با درودهای گرم به شما همیهنان گرامی، همیهنان اهل اندیشه و همیهنانی که میخواهند در یک رژه طولانی و نه کوتاه مدت به کشوری دست یابند، به میهنشون که در دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و اندیشه بسل بشود. و این یک راه دراز و راه دشواری است، و اگر کسانی فکر کنند که همین فردا پس از برانداختن حکومت اسلامی در ایران بلافاصله همه چیز زیبا خواهد شد، انگار که در بهشت خیالی باز شد و دیگه کشور ما کلن رفت داخل بهشت، چون این چیزی نیست. جامعه یک موجود زنده است و قسمت های گوناگونش واکنش های گوناگونی دارن و در درونشون نزاع طبقاتی هست، نزاع منافع هست، دشمن هست، دوست هست، در بین خودشون و کشورهای دیگه هم همینطور. خردمندان باید آماده باشند برای خردورزی پیگیر و پیوسته تا با همه این مشکلات روبرو بشوند و ای بسا به یکی دو نسل بعد از ما نخستین به اصطلاح مزه های دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی رو اون نسل ها بتوانند از آن خود داشته باشند. دموکراسی یک واژه است که اینقدر استعمال شده، به کار رفته، مثلا آدمایی مثل من فکر میکنن که دیگه فهمیدنش، ولی دموکراسی واقعا که جهان گسترده اندیشه هاست. شما چگونه میخواهید مردم رو در سرنوشت خودشون سهیم کنید، یا نه بهتر بگم که مردم سرنوشت خود را به دست بگیرن. هیچ کشوری، هیچ مردمی بدون آگاهی نمیتوانند به دموکراسی برسند. دموکراسی هم تشکیلات میخواد، هم سازماندهی میخواد و هم آگاهی عمومی میخواهد که در برابرش ایستادگی نکنند و فریبکاران نتوانند با ترفندهای گوناگون در برابر دموکراسی بایستند یا حتی با نام دموکراسی دموکراسی رو تخریب کنند. اما دموکراسی یک مسئله مادرزادی نیست. نه فرد دموکرات زاده می شود، نه یک جامعه یک شب دموکرات می شود. امریش آموزشی و باید جوانب گوناگون شما ببینیم و بشناسیم. هدف این میزگرد و میزگردهای بعدی همین دوستانی که میبینید، جناب پرویز دستمالچی و آقای جمشید اسدی و من مانی به شما درود میگویم، روی همین موضوع خواهد بود. نقش فرد و نقش جامعه و نقش دولت و نقش پیشاهنگان فکری در امر دموکراسی چیست؟ گام به گام با هم جلو میریم. دوستان خیلی خوش اومدید به این برنامه. شادمانم از اینکه شما دو دوست فرهیخته در کنار هم به یک موضوع بسیار اساسی و مهم میپردازید. آقای دستمالچی گرامی، با شما آغاز میکنیم، بفرمایید. ببینید چرا این بحث ضرورت داره؟ من اول با این شروع بکنم، این نوع بحث ها چرا ضرورت داره؟ واقعیت این استش که آنچه که ما در پیرامون خودمون داریم، از نظم دموکراتیک تا نظم غیر دموکراتیک، از حقوق بشر یا حکومت ولایی و یا غیره، هر چیزی که هست، اینها ذهنیت های واقعیت یافته انسانه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما ذهنیت دموکراتیک داشته باشید، روی اون ذهنیت ساختارهایی رو به وجود میارید که جوامع مدرن امروز شکل گرفتن. این جوامع مدرن امروز ذهنیت انسان است. یعنی مسئله دموکراسی و یا هر چیز دیگری، جبریتی در تاریخ برای شکل گیریش وجود نداره. تاریخ در خودش جبریتی نداره. انسان است که تاریخ را می سازد.
در نتیجه شما اگر که ذهنیت طالبانی داشته باشید، خب حکومت طالبانی و داعشی به وجود میارید. اگر ذهنیت ولایت فقیهی داشته باشید، حکومت ولایی جمهوری اسلامی رو به وجود میارید. اگر ذهنیت نازیستی داشته باشی، نجات پرست باشی و یا مدل دیگه مثلا استالینیستی به وجود میارید. به همین دلیل این بحث دارای اهمیت اساسی است برای اینکه ذهنیت ها رو روشن کرد، روشنگری کرد که یک اگر ما آزادی میخوایم این آزادی تعریفش چیه؟ اگر که ما دموکراسی میخوایم این دموکراسی تعریفش چیه و چطوری ساخته میشه؟ چون خیلی ها میگن که ما آزادی میخواستیم یا غیره، ولی تعریفشون از آزادی و یا دموکراسی و یا غیره درست عملی رو که میکردن در جهت مخالف این دموکراسی هایی است که تحت عنوان جوامع مدرن امروز و یا جوامع باز روشنه. به همین دلیل بسیار مهمه که این آگاهی به وجود بیاد. حالا دموکراسی سه تصور ازش هست، میگن که مثلا چگونه میشود دموکراسی رو به وجود آورد، این مردم اصلا دموکرات نیستن. این برمیگرده به رفتار دموکراتیک یک فرد به عنوان معیارهای اخلاقی اتیکی. آیا این یک فرد دموکرات منش می شود ازش نام برد؟ یه دی میگن نمی شود، نگاه کنید ببینید که رفتار اجتماعی این افراد چگونه است. یعنی دموکراسی رو میبرند با رفتار اجتماعی افراد تعریف. یه دی و این در این درسته، دموکراسی مربوط به ساختار حکومت میشه، ساختار حکومتی که برمیگردد به افراد تشکیل دهندش، یعنی به فردیت. یعنی شما دموکراسی رو نمیتونی به صورت یک مدل یک ملت روی حقوق ملت واحد رهبر واحد، حالا مقدس هم معمولا بهش اضافه میکنن، فرق هم نمیکنه، هم فاشیستا حکومت خودشونو مقدس میدونستن، هم استالینیستا، هم نازیستا، هم جمهوری اسلامی. یک به فرد کاری ندارن، دموکراسی رو میخوان روی جمع، یک ملت با تعریفی که اونها رهبر از ملت میکنن. در حالتی که دموکراسی های مدرن برمیگرده به تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون و برمیگرده روی فرد، حقوق فردی نه جمعی، و این بسیار تفاوت عظیم داره. اگر شما دموکراسی رو به صورت حقوق یک جمع واحد متحدالشکل متحدالفکر درست کردید، از درونش نازیسم و فاشیسم و استالینیسم و خمینیسم و اینا بیرون میاد. من یک مثال بزنم برای این مسئله که مسئله ساختار حکومت و تربیت انسان ها چقدر مهمه. شما سال 1944 رو در نظر بگیرید که مثلا یک نفری از شما میپرسه آقا توی آلمان آیا دموکراسی ممکنه؟ خب به شما میخندیدن، گفتن آقا مگه نمیبینی اینجا وضع چگونه است. همین جامعه پس از 1945 با تغییر سیستم حکومت از دموکراسی توده‌ای به دموکراسی های مدرن که به روی حقوق فردی بنا میشه،
از یک نظم نازیستی عبور کرد، رفت روی یک نظم دموکراتیک و بعد افراد رو، چون موقعی که میگیم دموکراسی روی فرد و حقوق فردی بنا میشه، این انسان قائم به ذات و آزاد باید به وجود بیاد. و اون چگونه به وجود میاد؟ زمانی به وجود میاد که خردگرا بشه. و چه زمانی میتواند خرد خودش رو به کار بگیره؟ زمانی که از امر مقدس ببرد و با آموزش و آموزش و آموزش این رو شما به انسانی تبدیل بکنی که با خرد، خرد رو معیار سنجش درستی از نادرستی بذاره. و نه اینکه یک نیروی برفراز خودش رو یا جبریتی رو که برفراز اون هست معیار بذاره، خودش عدالت رو تعریف بکنه. و در اینجا موقعی که من میگم عدالت، منظورم فقط عدالت اجتماعی نیست، در درجه اول من منظورم عدالت سیاسی است. یعنی شما ابتدا باید آزاد باشی بگی آقا اجازه هست، اینجا به من ظلم میشه، تا بتوان ظلم رو برطرف کرد. موقعی که شما این آزادی رو نداشته باشید که اعتراض بکنید بگید آزادی های سیاسی رو، بعد میشید عین جوامعی که در هم فرو پاشیدن. من این رو به عنوان مقدمه شروع بحث عرض کردم خدمتتون. صحبتم رو تموم کنم جناب اسدی. بله، سپاسگزارم آقای دستمالچی گرامی. از سخن شما می آموزم که دموکراسی موضوعی است که نیاز به پشتیبانی افراد به عنوان افراد، فرد و جامعه و نیز نهادهای مدیریتی جامعه داره و بدون اونها قابل پیاده شدن نیست. و تازه همراه من گفتم کسانی هستن که میان و از این واژه ها سوء استفاده میکنن با یک مفهوم دیگری. یادمون میاد که خمینی آمد از حکومت مستضعفین سخن گفت و خامنه ای همین سال دو، یکی دو سال پیش گفت که منظور از مستضعفین محرومین و بیچیزان جامعه نیست، منظور روحانیت است که مستضعفن، منظور من هستم که مستضعفم. بنابراین این واژه ها گاهی دستاویز حکام ستمگر و مستبد قرار می گیرن. به هر روی آنچه که من از سخن شما می آموزم این هست که دموکراسی شرط نخستین حرکت اجتماعی به سوی نوعی تعادل و جامعه مدرن هست. بدون آگاهی اجتماعی دموکراسی وجود نداره، بدون دموکراسی یک جامعه مدرن به وجود نخواهد آمد. خب برم به خدمت جناب جمشید اسدی گرامی. آقای اسدی خیلی خوش آمدید. شما سالها پیشم من در خدمتتون بودم در همین رسانه رادیو مانی و غیبت کبرا داشتید. خوشنودم که دوباره در کنار شما هستم. حداقل ایشون بالاخره ظهور کردن. بله جناب من بسیار سپاسگزارم، منو به برنامه‌تون پذیرفتید. افتخاری است برای من هماندیشی با پرویز دستمالچی گرامی و با گرمترین درودها به بینندگان. همچنان که پرویز دستمالچی اشاره کردن، آن چرا که آوردن در مقدمه بود و من از این مقدمه بسیار استفاده میکنم برای اینکه وارد بحث بشم. بلافاصله دیگه نیازی نیست به سقرا و کبرا دیدن، چون به شکلی روشن این کارو پرویز دستمالچی کرد. از اینجا می آغازم که این دموکراسی نیست که بنیان گذار و مؤسس آزادی فرد است. چون فرد آزاده است، ما یک حکومت دموکراسی می‌خوایم. این بسیار مهم است از این بنیاد بیاغازیم. ببینید فرد، حالا با توجه به تمام دستاوردها، یعنی اندیشه
سیاسی اگر با ماکیاول میشناسیم پیش از آن هم وجود داشته است و خود ماکیاول، پیش از ماکیاول، پس از ماکیاول، بحث عمده این است که قدرت چگونه نظم و میان افراد ایجاد بکنه. بحث سیاسی یعنی هم اگر شما آزادی خواه باشی مثل لاک، میگویید که فرد آزاد است، حکومت باید این آزادی را پاس بدارد. اگر نگران امنیت فرد باشید خواهید گفت چون فرد گرگ فرد دیگر است و همدیگر را خواهند درید، باید از حکومت مرکزی اطاعت کنند. برای اینکه این حکومت مرکزی است، این بحث هابس بود، این حکومت مرکزی است که باعث می شود انسان ها یکدیگر را ندارند. این بنیاد اندیشه سیاسی مدرن است که فرد آزاد است و چون آزاد است حکومت نظم دهنده ای می خواهد که مزاحم آزادیش نشود، بلکه پشتیبان آن باشد، پاسدار آن باشد. این به نظر من مهمترین بحثه. از اینجا باید آغازید. چند نکته در همین مورد. از این به بعد یک نکته ای رو خدمت بینندگان پیشنهاد میکنم، عرض میکنم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. و آن این است که اگر دل در گروه آزادی و دموکراسی دارند، هر ایدئولوژی که به جای فرد مقوله دیگری را عمده کرد از آن بهراسند و بدانند که به دموکراسی نمی انجامند. یعنی اگر به جای آزادی فرد بگوید آزادی امت، پرویز دستمالچی در مورد امت دکتر شریعتی دارای تأملات گسترده‌ای هست. اگر کسی بگوید آزادی طبقه، رهایی بخش انسان طبقه است، طبقه پیش رو. اگر کسی حتی بگوید ملت، که من بسیار فکر میکنم آدم ملیگرایی هستم، ولی جوری ملت بگوید که جای شهروند مشخص نباشه، اینها آدم های خطرناکی هستند. از درون اینها دموکراسی در نمیاد. آزادی تنها آزادی فرد. نکته دوم بینندگان گرامی، اگر قبول ندارید این که قرار امت آزاد باشه، شماره تلفن امت رو بگیرید بیاد تو برنامه آقای مانی ببینیم چی میگه. نداریم که امت که بیاد، چون نداریم یه نفر باید قیم ملت بشه که بیاد به جای اونا حرف بزنه. و بعد تمام کسانی که عضوها، هموندهای آن ملت هستن، شهروندها هستن، باید خاموش بنشینند به اسم آزادی ملت. نگاه بکنید یک مثال دیگرش. در تمام دوران پهلوی مسلمانان به این اندازه که در دوران جمهوری اسلامی زیر فشار هستند، زیر فشار نبودند. ببینید به عنوان مسلمان عرض میکنم، خب وقتی مبارزه سیاسی میکردن در رژیم گذشته این بود، استبدادی بود و بدیهی است که به مخالفین برخورد تند میکردن. هر چقدر که مخالفین تندتر بودن، برخورد تندتر بود. اما در جمهوری اسلامی است که شما دادگاه ویژه روحانیت دارید. در دادگاه در جمهوری اسلامی است که آیت الله ها در هستن یک به یک. در جمهوری اسلامی است که برای اولین بار مراجع تقلید بیش از آن که پول خودشونو از جامعه مدنی بگیرن، از دولت و از بیت رهبری میگیرن. چرا؟ برای اینکه اونا خطر اتفاقا از اوناست. برای اینکه اگر اینها برای امت اسلامی مبارزه کردن، خب اونا میتونن ولی باشن. اما آقای خمینی اینو نمیخواد. منم که میدونم چیه رفاه امت. حالا من نمیخوام وارد بحث آقای خمینی، آقای خامنه‌ای بشم. میخوام صحبت از یک مکانیسم بکنم
که اگر مبنای یک نگاه فلسفی سیاسی فرد نباشد، هر چیزی که باشد این به دیکتاتوری می انجامد. چون اولا اون مقوله وجود ندارد به خودی خود که بتواند ابزار وجود کند، رأی بدهد. ملت به عنوان ملت نمیتونه بیاد رأی بده. نداریم. شماره تلفن نداره، ایمیل نداره، واتساپ نداره. اظهار وجود نمیتونه بکنه. امت هم همینطور. طبقه هم همینطور. چون این نیست، یه نفری باید قیم اینا باشه که به اسمش حرف بزنه. و این سنگ بنای دیکتاتوریست. آقای مانی وقت دارم هنوز یه نکته دیگه ای را عرض بکنم یا 10 دقیقه هم شد؟ نه بفرمایید. بفرمایید. بله، به من مثلا 8 دقیقه 9 دقیقه بفرمایید که جمع بزنم. خب پس این مهمترین نکته. یک نکته دیگه باز هم توجه بینندگان به اون جلب میکنم. یک تصور بسیار نادرستی وجود داره که بنیاد دموکراسی رأی بیشترینه مردم. این نادرست‌ترین تعریفی است که ما از دموکراسی میتونیم بدیم. چون اگر نکته اول منو به خاطر داشته باشید که به پیشگاه بینندگان عرض کردم که این دموکراسی نیست که آزادی فرد را تأسیس میکند، بنیاد مینهد، بلکه این آزادی فرد است که دموکراسی را بنیاد میطلبد. این شد. پس اگر در دموکراسی اکثریت مردم رأی بدهند که ما مثلا بهایی نمیخوایم، همجنسگرا نمیخوایم، سنی آزاد نیست، بی خدایی آزاد نیست، گیرم رأی گیری آزادم باشه، این وجهه قانونی نداره. برای اینکه آزادی فردی شما رو هیچ رأی هیچ کسی نمیتونه زیر سوال ببره. از همین روز که پیش قراولان اندیشه سیاسی مدرن صحبت از حقوق طبیعی کردن، مثل اینه که آدم بگه من طبیعیه که یه حقوقی داره، طبیعیه که میتونی حرف بزنی، طبیعیه که میتونی اجتماع کنی، طبیعیه که میتونی اندیشه خدا باور یا خدا ناباور داشته باشی، طبیعیه. این حقوق طبیعی تو کسی نمیتونه بگیره. ما نمیتونیم رأی بدیم در یک جمعی که آقای مانی زن هستن، خودشونم در این مورد مثلا تو رأی داده باشن. اینطوری نمی شود که یک هویت، آقا اون هویت و مشخصه رو که به رأی نمی دارن. آزادی فرد مشخصه نخستین انسان مدرن. چرا؟ برای اینکه در مدرنیته است که فرد فردیت پیدا می کنه. تا پیش از آن همبند قومش، همبند مذهبش بود، همفند زمینش بود. ببینید در روسیه میگفتن صرفه، یعنی وابسته به زمینه، یعنی این حالا اگرم یا برده، این هر جایی نمیتونه بره بردگی کنه. آقا برده اینجایی، تو حتی اجازم نداری از اینجا بری، همفند اونجا هست. اما مدرنیته اومد گفت نه، شما فرد مبناست. خب وقتی که اینجا فرد مبناست به این حقوق طبیعی که تحولش میرسد به حقوق بشر، این نگرش نو میشود، بازبینی میشود، اونو شما با رأی اکثریت مردم هم نمیتونید زیر سوال ببرید. بارها شده است که کسانی که یا به روشنی یا غیر مستقیم دل در گروه جمهوری اسلامی دادن، میگن رأی اکثریت مردم. آقا من نمیگم تقلب بود، من نمیگم که بازی بود، میگم راست میگی، ولی حق نداره مردم در این مورد رأی بدن. آقا مگه میشه رأی داد آقای مانی زنم، آقای مانی نابالغم، آقای مانی چینی هم، آقا مگه اینا رو میشه رأی داد؟ یه هویتی داره ایشون. خب اینو پس اینم نکته بسیار مهمی که چون آزادی فرد است که تأسیس میکند هر حکومتی را و در بهترین حالت حکومت دموکراسی را، اکثریت مردم نمیتونن رأی بدن که کسی آزادی اندیشه در اون جایی که میخواد داشته باشه، داشته باشه یا نداشته باشه. درود بر شما. بحث و بعد ببندم. بله بله سپاسگزارم. میخواستم رابطه شو با قانون بگم که بماند برای دوره بعد. بله بله
یکی از جملات شما منو برد به دوران جوانی. کتابی از هرمان هسه ترجمه شده بود به فارسی به نام انسان گرگ انسان است و این تیترش خیلی جالب بود برای من و گرفتم و مطالعه کردم و او البته راهکارهایی هم برای اینکه انسان گرگ نباشد رو در عصای اجتماع نوشته بود. و دیگر اینکه نکته رو که اشاره کردی درباره اندیویدوالیسم یا فرد محوری و این فرد است که جمع رو تشکیل میده، این فرد است که حقانیت دارد از هویت خودش و از آزادی خودش بهرمند باشه و کسی حق باز پس گرفتن این رو از اون نداره، همونطور که کسی حق گرفتن جان من و شما رو نداره، چون اون فرد اون حکومت نیست که به شما و به من یا به آقای دستمالچی جان داده که بخواد بگیرتش. این جان یه امر طبیعی با من زاده شده و با من باید بمیره و از همین جان نشان بر این هست، نشانه ای برای این هست که سخن شما یک موضوع بسیار محوری است که حالا بیشتر بهش خواهید پرداخت. خب جناب دستمالچی، شما میدونید که این بحث واقعا بحث پیچیده و چند جانبه است، یک منشور بزرگ هست و از هر جاش که آغاز کنید فکر میکنم که روشنی بخش این بحث امروز ما باشد. بفرمایید. بله، جناب اسدی توی صحبتشون به مواردی اشاره کردن همه به درستی که اگر که ما بخوایم باید در واقع این کار انجام بگیره که اون وقت وارد این اجزا بشویم و توضیح بدیم که چون همین بحث همین که اکثریت در حین اینکه حقانیت برای اداره امور جامعه محدود دارد ولی رأیش حقیقت نیست و این تفاوت میان دموکراسی های توده‌ای رسوی که به نظر من مارکس اندیشه حقانیت پرولتاریا را از اون برداشت ولی یک نام دیگری بهش داد، چون فکر میکرد که جامعه میشه اون اکثریت مطلق، همونی که روسو میگه، ولی دنج حقانیت مطلق داره، میتونه دیکتاتوریشو برقرار کنه. و این دموکراسی های مدرنی که یکی از ستونهاش مسئله انتخابات و انتخاب نماینده هست، یعنی اگر که ما تو این جوامع مدرن و جوامع باز فرضاً اون اصلی رو که بهش اشاره شد فرد این واقعیت جامعه است، من فکر نمی کنم که انسان در ذات خودش خوب است و گویا مناسبات اقتصادی اون رو ذاتش رو خراب کرده. انسان در ذات خودش موجودی است درنده، اما صاحب خرد و عقل که میتواند مناسبات رو تنظیم بکنه به اضافه اینکه میتواند به تعریف قابل قبول از عدالت بیاید. یعنی میگه اول یه سوزن به خودت بزن، بعد به یه جوال دوز به دیگری. این عدالت رو به زبان عامیانه اینطوری تعریف میکنه. حالا ما اگر که بیایم به عنوان مثال میگم این اصلی رو که جان لاک مطرح میکنه که برای اینکه انسانها بتونن در جامعه با هم زندگی بکنن و آزاد زندگی بکنن از حق اعمال قهر خودشون فردی باید صرف نظر بکنن و اینو منتقل بکنن به حکومت، یعنی حکومت انحصار اعمال قهر رو خواهد داشت. منظور در اینجا انحصار اعمال قهر اعمال خشونت نیست بلکه قهر قانونی است، یعنی
من اگر که فکر میکنم به من ظلم میشده است، خودم چوب و چماق ور نمیدارم برم طرف مقابل رو حقم رو بگیرم، بلکه شکایت میکنم، حکومت قانونی میاد این رو از شما میگیره، یا اینکه میگه اصلا شما حق ندارید. برای همینه این در واقع دموکراسی های مدرن دارای ستون های بسیار گوناگونی هستند که مسئله انتخابات یکی از ستون هست و شما هر کدومش رو بردارید، شما نگاه بکنید به جمهوری اسلامی، موقعی که رهبر جمهوری اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی میاد افراد رو آتش به اختیار میکنه، یعنی شیکوندن و زیر پا گذاشتن اصل انحصار قهر در دست حکومت، و شرایطی رو به وجود میاره که هر شهروند میره پای این که خودش از حقوق خودش در برابر دیگران دفاع بکنه، و این یعنی جنگ داخلی، چیزی که کم و بیش در ایران صورت گرفته و داره صورت میگیره. اما برای اینکه تفاوت میانه، چون به یه مسئله دیگه هم ایشون اشاره کردن، حقوق بشر یا حقوق طبیعی، خب در طبیعت انسان که حقوقی نیست، ولی این حقوق بشر رو در طبیعت انسان تعریف میکنن به عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر. تفاوت جوامع مدرن، جوامع باز، دموکراسی های مدرن بی جواب ماست با دموکراسی های توده‌ای، درست در این اصل مهم حقوق بشر نهفته است. یعنی حالا جناب اسدی با مثال اینکه آقای مانی که زن نیست، حالا هر کی که میخواد بیاد رأی بده، خب بده، این با رأی که نمیشه این مسئله رو حل کرد. تفاوت جا دموکراسی های مدرن و یا دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر با دموکراسی های توده‌ای درست در همینه. یعنی دموکراسی های مدرن روی اصول حقوق بشر که حقوق هر بشریه، در دموکراسی های توده‌ای اکثریتی چون از این اصل حرکت می شد که اکثریت حق دارد و حقیقت از آن او است، در نتیجه اقلیتی یا اقلیت‌هایی در برابر این حقیقت مطلق که خواست واحد عمومی اکثریت ملت است و خوشبختی اون رو به دنیا دنبال خواهد آورد نیسته. در اونجا خوشبختی هم جمعی تعریف می شد، در حالتی که در جامعه مدرن خوشبختی، بدبختی، هر چیزی فردی تعریف می شه. افراد هستن، من ممکنه با این به این ترتیب خوشبخت بشم، دیگری به طور دیگری خوشبخت بشه. حکومت تعریف خوشبختی نداره، تعریف خوشبختی واحد وجود خارجی نداره در جوامع. بعد از اینکه این دموکراسی های توده‌ای که با انتخابات نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا با رأی آزاد ملت اومدن روی سر کار، و استالینیسم در اتحاد جماهیر شوروی همینطور با سیستم های متفاوت، و شروع به جنایت هایی کردن که در تاریخ بشر بی سابقه بود، در اینجاست که اندیشمندان فلسفه حکومت به این فکر افتادن که آقا این تعریفی رو که ما از دموکراسی میکنیم، یعنی خواست اکثریت حقیقت مطلق، یه جاش اشکال داره، و برای برطرف کردن اون حقوق بشری تنظیم شد که شما اگر اکثریت 99 ممیز 99 صدم درصد هم آوردی، به این بخش ها نمیتونی دست بزنی، مثلا آزادی های فردی و اجتماعی رو نمیتونی دست بزنی از من بگیری، نمیدونم حق تشکیل سندیکا، احزاب و غیره رو نمیتونی از من بگیری، اگر که گرفتی
اساس دموکراسی های مدرن رو شما لغو کردید. من صحبتم رو تموم کنم در اختیار جناب اسدی، برای اینکه این بحث بسیار وسیع گسترده و ما باید گام به گام عمیق‌تر بشیم تا لب مسئله رو که تفاوت ها در چیه و یک خطا میتونه ما رو برگردونه دو مرتبه به عقب. بله سپاسگزارم. در واقع فرد محور جامعه است، تک سلولی جامعه است که با این سلول ها یک موجود زنده به نام جامعه وجود میاد و جامعه باید به کمک احزابش، دولتش و قوانینش ضامن حقوق فرد باشد و فرد باید به نوبه خودش حافظ حقوق جمع باشد، چون یک موجود زنده است، در حال داد و ستد هستند. در غیر این صورت خبری از دموکراسی نخواهد بود. حتی اگر نام جامعه جامعه دموکراتیک باشه و دولتش مدعی دموکراسی باشه. جناب مانی خیلی معذرت میخوام، با اجازه شما و ایشون من یک جمله فقط بگم بفرمایید، برای اینکه من میدونم جناب اسدی بعدم وارد این بحث میشه. ببینید من این اواخر زیاد این رو میشنوم یا میخونم که آقا میبینید حقوق بشر همش الکیه. این تصور بسیار بسیار خطرناکیه که فکر بکنیم حقوق بشر الکیه، هرچند که سیاست های این کشور یا اون کشور ممکنه اینو ابزاری کرده باشه، ولی بدون حقوق بشر برمیگردیم به دوران دموکراسی های توده‌ای. ببخشید. درود بر شما. خب جناب اسدی بشنویم شما رو، میکروفونتون رو باز کنید. بله پی میگیرم صحبت های پرویز دستمالچی گرامی رو. به اینجا رسیدیم که نمیتوان حتی با بیشترینه رأی مردم، حتی گیرم در آزادی کامل، حقوقی رو که به عنوان حقوق طبیعی، اندیشمندانی که گفتن حقوق طبیعی، بدیهیست که اگر آدم به صورت طبیعی باشه که حقوقی ندارن. چرا از این واژه استفاده کردن؟ به دو دلیل. یکی این که تا قبل از اون میگفتن حقوق خدایی، میخواست بگیم حقوق خدایی. دو دیگر صدایی از میاد، میدونم که اذیتتون میکنه ولی من قدرتی روش ندارم. جناب دستمالچی لطفا میکروفونتون رو ببندید. سپاس. نه صدایی از طرف منه، از طرف منه، من ولی سنسوری روش ندارم. شوربختانه این مشکلیه که آدم وقتی در این استودیو برگزار نمی کنید. من میتونم نوبت رو بدم به فرزید دستمالچی عزیز و در این مورد دوباره برگردم، دوباره بگیرم، یا اگر به هر روی صدای منو میشنوید من ادامه بدم. خیلی خوب، اونم ساکت شد. بله اکنون میشنویم، مشکلی نیست. بسیار خوب. خیلی خوب، پس ما به اینجا رسیدیم که آقا شما اکثریت رأیم داشته باشی به آنچه را که اندیشمند سیاسی گفت حقوق طبیعی، منظورش این بود که آن به طور طبیعی درشه و شما نمیتونید اینا رو ازش بگید، ایران با رأی اکثریت. حالا اینو براتون بگم. پس ببینید، ما اول اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه رو داشتیم، مال قرن 18 بود. بعد از جنگ جهانی دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داشتیم و بعد کنوانسیون اروپایی ها رو داشتیم. اروپایی ها در دو مورد کار بسیار شگرفی کردن. مثلا همین اروپایی ها، ببینید اینو دلم میخواد بینندگان عزیز عنایت کنن، بسیار مهمه. یک موافقتنامه هایی دارن به نام موافقتنامه های هلسینکی که این برای تضمین امنیت اروپا، همکاری هایی که با هم میکنن. پس بحث عمده شون انتظامی و نظامی و تسلیحاتی و اینا. این شد. اما در این موافقتنامه قید شده است
که نمیتوان مسائل امنیتی رو بدون در نظر داشت حقوق بشر گرفت. یعنی شما امنیت که میخواید در نظر بگیری خیلی هم خوبه، امنیت اروپا رو نمیتونید به اسم امنیت اروپا که جان و مال شما در گروه، حقوق بشر رو کنار بذارید. ببینید که از بزرگترین دستاوردهایی است که اروپا بهش میرسه. یک نکته دیگری در مورد اروپا بگم. اروپا یک دادگاهی دارد که در شهر استاسبورگ، شهر مرزی فرانسه با آلمان، هر شهروند اروپایی، ببینید تا کجا پاسداشت حقوق بشر میده، هر شهروند اروپایی، این اتفاق از در آلمان افتاد، در فرانسه افتاد، در بلژیک افتاد، در هلند افتاد، یک شهروند ممکن است بگوید که دولت من، تازه اینا دموکراسیان، میدونی اگر کشورهای اروپایی دموکراسی دار نباشند، اقتصاد بازار بنیاد نباشند، که اصلا عضو اتحادیه نمیتونن بشن. حالا وقتی که شدن، یه شهروند میتونه بگه آقا دولت کشور من در کشور دموکراسی که من هستم حقی رو از من ضایع کرده، بنابر حقوق بشر من به دادگاه حقوق بشر اروپا، حالا اسم دقیقش یادم نیست ولی همونی که در استراسبورگه، من به اونجا شکایت میبرم و این دادگاه میتواند به کشور مطبوع تذکر بدهد، توضیح بدهد، حکم کند. البته دادگاهی از پیش که حکمش معلوم نیست، اما اگر حکمش به این برسد که آقا حق شهروند تو ضایع کردی، این دادگاه در اینجا که برسه ارجحیت داره به دادگاه‌های ملی هر کشوری. البته برای اینکه گزارش کامل خدمت بینندگان داشته باشم، داده باشم، یک نفری که فکر کنه حقوقش رو دولت پایمال کرده به دادگاه کشور خودش شکایت میکنه، فرجام میخواد تا برسه به اون دادگاه آخر که فرانسوی ها میگن سفاسیون، یعنی بگه میبردن. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در ایران میگه دادگاه تمیز، به این دادگاه آخر. اگر تا به اینجام برسه و شهروند راضی نباشه، به شرطی که تمام این دادگاه رو طی کرده باشه، میتونه بره دادگاه اروپا و آقا کشور خودمه، دموکراسی هم هست، اما حقوق بشر منو زیر پا گذاشته. پس میبینید ما تا به اینجا رسیده ایم که وقتی که شما هوادار دموکراسی هستید، باز من به این کلمه باز میگردم، این آزادی فردی است که دموکراسی رو تأسیس میکند. پس دموکراسی نمیتواند پاسدار حقوق فردی نباشه. و ببینید که این تا به کجا رفته است در این مورد. خیلی خوب. اون الان یکی از خوب، اون فرد که آزاد باشد، میگویند یکی از تعریفی که میدن، میگویند که آزادی احزاب، من مشکلی ندارم که بگویم آزادی احزاب، البته، ولی اگر فرد آزاد باشد لاجرم حزب آزاده، برای اینکه آزادی فرد از جمله حق تجمع، حق فعالیت مدنیه، در نتیجه میتونه حزب درست کنه. چرا میخوام به این مسئله اشاره بکنم؟ برای اینکه امروز در تمام کشورهای، و دلیلش رو خدمتتون عرض خواهم کرد، دست کم اون چیزی که برداشت من است، در بیشترینه کشورهای دموکراتیک فعالیت حزبی کمتر از گذشته شده. و تو شما بسیاری از کشورها رو که نگاه میکنید با سابقه بلند، مثلا حزبای کلاسیک فرانسه زیر 10% رو هم دیگه رأی آوردن. با حزبای جدید در ایتالیا اینجور بوده، در اسپانیا اینجور بوده، در یونان اینجور بوده، در آلمان شما هر دوی آقایون بهتر میشناسید سیاست این کشور رو تا من، ولی خب این ائتلاف های بسیار زیادی مرتب انجام میشه، برای اینکه هیچ حزبی قدر نیست که در اون مورد بیاد. میخوام بگم اینو، من مشکلی ندارم که حزب قدرت قدیم خودش رو نگر نداشته باشه، این به دموکراسی لطمه نمیزنه، چرا که فرد در بسیاری از مواقع
اختراع میکند، خلق میکند، نوآوری میکند شکل حرکت سیاسی خودش. این هم البته یک بحث دیگری میطلبد که ما باید به اون بپردازیم. چرا چون این شده است؟ برای اینکه مثلا اون روزی که یک فرد میخواست حرف بزنه، من روزی که مثلا عضو کنفدراسیون بودم، باید در بهترین حالت اگر عضو جایی بودم یک هفته صبر میکردم یک جلسه تشکیل بشه دو سه ساعتی حرف بزنم، در یک جلسه دو سه ساعتی وقت باشه که من حرفامو بزنم یا نزنم. خب امروز در اینترنت همه جوانا حرف خودشونو میزنن. یعنی این حزبی که کمتر از گذشته حضور داره، این حزبای سیاسی، اون آزادی فرد کماکان پاسداری میشه، این فرد شکلهای جدید فعالیت اجتماعی و سیاسی خودش رو اختراع میکنه و عمل میکنه. در این مورد من میدونم هنوز مقداری حرف دارم، ولی این صداها میترسم بینندگان رو آزار بده، میتونم قطع بکنم صحبتمو اینجا. سپاسگزارم. بعد شما اگر دور بعد به جای اینکه از گوشی استفاده کنید از کامپیوتر استفاده کنید، احتمالا این مشکل به وجود نمیاد. یا اینکه پیش از آغاز برنامه میتونید یه بار ریستارت کنید که برخی مزاحمت‌ها از درون کامپیوتر یا گوشیتون تخلیه بشن و کارتون راحت‌تر باشه. اما سخن شما به نظر من همون پله نخستین این بحث هست که ادامه خواهیم داد، و اون این هست که فرد خشت نخستین هستی اجتماعی یک کشور است و فراتر از اون، و هیچ کس حق گرفتن حقوق طبیعی او را ندارد، حقوق اجتماعی او را ندارد. این سخن بسیار جالبی هست. آقای دستمالچی، شما اگه میخواید جمع‌بندی کنید بفرمایید، دو سه دقیقه من در خدمتتون هستم و سخن رو بعد میگذاریم برای نشست بعدی که هر دو هفته یک بار خواهد بود، بینندگان آگاه باشن. میکروفونتون رو باز کنید. میکروفونتون بسته است. ببخشید. من فقط در تایید حقوق طبیعی و حقوق بشر و اهمیتش یکی دو جمله دیگه میگم. ببینید، موقعی که ما میگیم یک سری حقوق طبیعیه، در طبیعت انسان نهفته است، حقوق که در طبیعت انسان نهفته نیست، ولی فلاسفه‌ای که میخواستند یک انسان رو حراست بکنن که بهش تعرض نشه، و این تعرض هم عمدتا منظور از طرف حکومت، میخوان بگن که این حقوق بر فراز زمان و مکانه. این خیلی مهمه که شما نگی که بعدن خب ما در جمهوری اسلامی چون فرهنگ دیگری داریم، فرهنگ ما یه طور دیگه است، میتونیم این بخش و زنان رو از حقوقشون محروم بکنیم. مثلا در امریکا هم بگن که چون این ما یه فرهنگی دیگه داریم، فرهنگ بردهداری قبلا بوده، سیاه هم زیاد خوشمون نمیاد، میتونیم اینا رو از حقوقشون محروم کنیم. حقوق طبیعی به این دلیل طبیعی نام نهاده شده که بر فراز زمان و مکان باشه. مهم نیست در کجایید شما، و مهم نیست در کدوم مرحله از تاریخ هستید. این حقوق شما خدش ناپذیره. مرسی. سپاس از هر دوی شما گرامیان و از بینندگانی که با شما و این میزگرد همراه هستند، و ما منتظریم کامنت های شما گرامیان بیننده رو ببینیم. و همونطور که میدانید هر برنامه که در رادیو مانی تولید میشه یک فایل صوتی کم حجم هم داره که در تلگرامش هست و ویژه ایران تولید میکنیم اون رو، و دوستان میتونن اون رو خیلی راحت در هر جای ایران که هستن دانلود کنن و بین دوستانشون تقسیم کنن. پس بگذارید که من بدرود بگویم تا
تا دو هفته دیگر و ادامه این بحث بسیار بسیار مهم. شادکام باشید.